سلام، تو این ویدیو میخوام بهترین روش یادگیری زبان رو بهتون بگم. اکثر ماها آموزشگاه زبان رفتیم و دیدیم که معلم‌ها چجوری ازمون میخوان که انگلیسی صحبت کنیم، در حالی که ما هنوز آمادگیشو نداریم. به قول معروف اگه بلد بودیم صحبت کنیم که کلاس نمیومدیم، درسته؟ ولی خب این باعث میشه که ما دلسردتر، ناامیدتر و بی‌انگیزه‌تر از قبل از کلاس زبان خارج بشیم. یا خیلی از اساتید میان تمرکزشون رو میذارن روی گرامر، روی حفظ کردن لغت و فکر میکنن که اگه ما لغت بیشتری یا گرامر بیشتری رو بلد باشیم میتونیم صحبت کنیم و مشکل صحبت نکردن ما اونه، در حالی که ما الان همین فارسی رو داریم مثل بلبل صحبت میکنیم، در حالی که شاید بگم 50% ساختار زبانم بلد نیستیم توی فارسی. الان به ما بگم ماضی بعید با ماضی نقلی فرقش چیه؟ 90%مون درست نمیتونیم جواب بدیم. یا برای لغت همینطور، مگه ما چقدر تو روز لغت استفاده میکنیم؟ پس مشکل اینها نیست. پس چیه مشکل؟ چرا ما نمیتونیم زبان صحبت کنیم؟ اول ازتون میخوام به نکته‌ای که میخوام بگم دقت بکنید، اونم اینه که یه سوال از خودمون بپرسیم. اون سوال چیه؟ اینه که اصلاً ما برای چی میخوایم زبان یاد بگیریم؟ اگر این جواب این سوال، جواب به این چرا قوی باشه، ما نصف راه رفتیم. و ازتون میخوام چند بار این سوال رو بپرسید، یعنی دو بار سه بار از خودتون بپرسید که من چرا میخوام و یا دارم زبان میخونم. و کلاً ما به دو دلیل زبان میخونیم، یا دلایل بیرونیه، مثلا پدر مادرمون ما اسممون رو کلاس زبان نوشته، یا به خاطر دانشگاه، مدرسه، یا دلایل دیگه. این میشه دلیل بیرونی که نمیتونه خیلی قوی باشه. انگیزه بیرونی خیلی نمیتونه به ما کمک کنه توی یادگیری زبان. چرا؟ چون مدتی ممکنه بریم بعد ول میکنیم، یا اینکه اصلا تو همون پروسه یادگیری چون با زوره ذهنمون نمیتونه زبان رو درست یاد بگیره. اما دلیل دوم دلیل درونیه، انگیزه درونیه. مثلا شما به زبان علاقه دارید، یا به فیلم های انگلیسی علاقه دارید، به کتاب خوندن تو زبان انگلیسی علاقه دارید، یا اینکه نه هدفی دارید، مثلا میخواید برید آلمان ادامه تحصیل بدید، یا میخواید برید کانادا ادامه تحصیل، به زبان انگلیسی مثلا برای آیلتس نیاز دارید. این میشه دلیل درونی که قطعاً خیلی قوی تره. یعنی شما اگه دلیل درونی پیدا بکنید خیلی راحت تر میشه کارتون. حالا به این سوالی که گفتم جواب بدید، و اگر نتونستید دلیل درونی پیدا بکنید برای خودتون، این معنیش اینه که هنوز وقت یادگیری زبان برای شما نرسیده. خودتونم خسته نکنید، هر موقع دلایل محکم پیدا کردید، اون موقع استارت زبان خوندن رو با هر روشی، مثلا با روش لینگو که تو سایت لینگویچ ما گفتیم، و یا روش های دیگه که میتونید مقالاتش رو داخل سایت language.ir ببینید. خب پس این شد قدم اول. اما بریم سراغ بهترین روش یادگیری زبان. خیلی ها میگن که مثلا این کتاب ها خوبه، این کتاب عالیه، این بهترین روشه، این روش مثلا صوتی کار کنید، گوش کنید و تکرار کنید، تقلید کنید بهترین روشه. که میگه نه، بر فرض مثال کتاب های گرامر بشه دونه دونه بخونید و لغتاش رو حفظ کنید، یا پیش فلان استاد برید. یه چیز ساده میخوام بهتون بگم، خیلی خیلی ساده. شما زمانی به بهترین شکل زبان رو یاد میگیرید که از اون روش و مسیری که دارید میرید لذت ببرید. دلیلش چیه؟ ببینید، زبان خوندن و یاد گرفتن نیاز به استمرار داره. مهمترین فاکتور برای یادگیری زبان استمراره، نه استعداد. خیلی اشتباهی فکر می‌کنم ما استعداد یادگیری زبان جدید رو نداریم، در حالی که هیچ وقت اینطور نیست. چرا؟ چون اگه نداشتی الان زبان مادریت هم نمیتونستی صحبت کنی. پس اگر زبان مادری تو میتونی صحبت کنی، یعنی زبان جدیدم میتونی یاد بگیری. تموم شد رفت. حالا اینکه یاد نمیگیری به خاطر اینکه فاکتور استمرار رو نداری. یه ماه میخونی، دو ماه ول میکنی، یه هفته میخونی ول میکنی، دو ماه میری کلاس، دو ترم بعد دیگه نمیری. خب پس فهمیدیم که مهمترین فاکتور استمراره توی زبان. حالا چجوری میشه استمرار رو حفظ کرد؟ تنها با یک راه، اونم اینه که از اون مسیر لذت ببری. اگه لذت ببری ادامهش میدی، اگر خسته کننده باشه، با زجر و سختی و فشار باشه، ول میکنی. حالا
تو باید ببینی از چه روشی لذت میبری. اگر از فیلم دیدن لذت میبری، بهترین روش برای تو برای یادگیری زبان با فیلمه. اگر از سریال لذت میبری همینطور. اگر از کتاب، داستان یا رمان لذت میبری، بهترین روش برای تو خوندن کتابه. اما یکی میاد میگه که مگه میشه با فیلم یا کتاب داستان زبان خوند؟ بله، اگر با روش درست خودش اون کار رو انجام بدی. مثلا میخوای با فیلم زبان یاد بگیری، اگه یه فیلم بذاری جلوت بازی‌نویس فارسی بشینی نگاه کنی، تا 10 سال هم زبان یاد نمیگیری. اما اگر با روش‌های درست، که من روش زبان خوندن با فیلم و جدیدترین روششو توی سایت لینگویج توی مقاله گذاشتی، اونو ببین، کامل توضیح دادی که من داخل همین زیر این ویدیو هم لینکشو براتون میذارم. یا کتاب داستانم همینطور، اگر روش درستش رو یاد بگیرید، شما میتونید زبان کامل و پرفکت یاد بگیرید. یعنی شما هم میتونید گرامر رو باش یاد بگیرید، هم لغت میتونید یاد بگیرید، هم 4 تا مهارتتون رو که خوندن و شنیدن و صحبت کردن و نوشتن رو میتونید یاد بگیرید، ولی با روش درست. پس بهترین روش داریم؟ نه، بهترین روشی وجود نداره. همه روش‌ها خوبن. شما نمیتونی یه نسخه ثابت و یکسان برای همه بپیچی. این غیر ممکنه. یکی با آهنگ، یکی با کتاب، یکی با داستان، یکی با فیلم، یکی با سریال، یکی با کتاب آموزشی دوست داره کتاب آموزشی مثل اینترچین، مثل امریکن فایل، مثل تاج استون، اینا رو دوست داره بخونه. اونم بهترین روشه. پس هیچ موقع نیایم نقد کنیم بگیم کتابا افتضاحن، فیلم به درد نمیخوره، به تنهایی فایده نداره. آره، اگه با روش درست کار نکنی به تنهایی فایده نداره، ولی اگه روش درستشو یاد بگیری میتونی زبان یاد بگیری. این از این نکته که خیلی مهمه. سعی کنید لذت ببرید از اون روشی که دارید کار میکنید و همین نکته مهمش همینه. و به قول پرویز پرستویی تو فیلم مارمولک میگفتش که راه‌های رسیدن به خدا به اندازه تعداد آدم هاست. واقعا هم درسته، یعنی هر کسی از یه نحوی به خدا نزدیک میشه. برای زبان خوندن هم همینه، به اندازه تعداد آدم ها روش هست و همش هم درسته. نمیتونی بگی این متد بهتره یا بدتره. حتی روشه که میگن منسوخ شده، اونا هم روشه خوبی هن. اگر که اون طرف اونجوری میخواد یاد بگیره، اگر اونجوری علاقه داره، اگر روند یادگیریش به اون صورته، نمیتونیم بگیم اون روش غلطه. روش های مثل اودیو لینگوال، گرامر ترنسلیشن و خیلی خیلی روش های دیگه که هستن کاری ندارم. همه روش ها میتونه عالی باشه، اگر اون شخص شخصی باشه که ما روش لذت ببره و بتونه ارتباط بگیره. اینم پس شد بهترین روش یادگیری زبان. یعنی چی؟ یعنی که شما باید اول استایل لرنینگ، استایل خودتون رو یاد بگیرید، ببینید چیه، شما چجوری لذت میبرید. امتحان بکنید، روش مختلف امتحان کنید. مثلا الان با روش X امتحان بکنید، با روش Y امتحان بکنید، ببینید با کدومش بهتر ارتباط میگیرید، با هر کدوم بیشتر لذت بردید، ببینید دقیقا اون روش دقیقش به چه صورته و اونو پیش ببرید.